روزی که جان خمینی توسط حکومت پهلوی تهدید میشد و هر لحظه امکان اعدام او توسط ساواک محتمل بود، آیت الله سید محمد کاظم شریعتمداری مرجع تقلید صاحب نام وقت به روح الله خمینی درجه مرجعیت داد تا جانش رو حفظ کنه، غافل از این که چند سال بعد که خمینی به قدرت خواهد رسید با او طور دیگری رفتار خواهد کرد. رادیو راوی. سید محمد کاظم شریعتمداری متولد 1284 خورشیدی، مرجع تقلید و مؤسس دارالتبلیغ اسلامی قم، بعدها حزب جمهوری خلق مسلمان ایران را در آذربایجان تأسیس کرد. شریعتمداری دوره خارج فقه و اصول را نزد عبدالکریم حائری یزدی آموخت و همزمان همان درس را برای همدوره‌ای های خود همچون آخوند حمدانی و روح الله خمینی درس میداد. بعد از مرگ آیت الله بروجردی، شریعتمداری به عنوان یکی از مراجع پیشتاز تبدیل شد که به همراه آیت الله گلپایگانی و آیت الله مرعشی نجفی مشهور به آیات ثلاثه شدند و بلند پایه ترین مراجع ایران به شمار می آمدند. شریعتمداری اسلام مداراگر با تجدد را نمایندگی می کرد که با اسلام انقلابی روح الله خمینی در تضاد بود. 15 خرداد سال 1342 روح الله خمینی به سبب مخالفت با اصول ششگانه انقلاب سفید و بیان سخنرانی پرشور ضد حاکمیت دستگیر و زندانی شد. حسن شریعتمداری فرزند ارشد آیت الله شریعتمداری میگوید شاه طی یک سخنرانی گفته بود که او را به دادگاه صحرایی خواهد داد. بنابراین آقای خمینی در معرض اعدام بود. البته نه دادگاهی تشکیل شد و نه ایشان محکوم شده بود. خمینی اون موقع در زندان بود و در بازداشت به سر می برد. شاه از این صحبتی هم که کرده بود خیلی راضی نبود و فکر می کرد که اعدام آقای خمینی هم در سطح بین المللی و هم در سطح ملی دردسرهای زیادی رو برای او به وجود خواهد آورد. بنابراین آقای علی آبادی که دادستان وقت بود آمد پهلوی پدرم و گفت آیا شما مایلید آقای خمینی از اعدام نجات پیدا کند؟ پدرم گفتند البته، ایشان جرمشان یک سخنرانی است و به جرم یک سخنرانی اصولا کسی نباید اعدام شود و اگر راهی پیدا شود حتما من اقدام خواهم کرد. آقای علی آبادی گفت که از لحاظ حقوقی فقط یک راه است. شما باید تأیید کنید که ایشان یک مجتهد درجه یکه. اون وقت این باعث میشه که ایشان محاکمه نشود. پدر من با 2 نفر دیگر از مجتهدان آن روزگار یعنی آقای عاملی تهرانی و آیت الله میلانی که مرجع تقلید بودند یک گواهی نامه ای را امضا کردند که آقای خمینی مجتهد است و اجتهاد ایشان تأیید می شود. برای نجات روح الله خمینی از اعدام شریعتمداری به تهران رفت و روح الله خمینی را به عنوان مرجع تقلید معرفی کرد تا از جان او محافظت کند. 2 دهه بعد چرخ روزگار طوری چرخید که حکومت پهلوی سقوط کرد و روح الله خمینی که حالا با نام امام خمینی شناخته میشد صاحب پرقدرت ترین جایگاه کشور شد و زمام امور مملکت را در دست گرفت. مردم علل خصوص روحانیون با او همراه بودند و حالا بسیاری از منصب‌های حکومتی توسط همین روحانیون اختیار شده بود. اما در این بین آیت الله شریعتمداری از این قاعده مستثنا بود. محمد کاظم شریعتمداری مؤسس حزب جمهوری خلق مسلمان ایران هم بود. این حزب در جریان رفراندوم جمهوری اسلامی خواستار رأی موافق به آن شد. در جریان درگیری‌های اسفند 58 هواداران شریعتمداری در تبریز موفق به تصرف ساختمان رادیو و تلویزیون شدند که با پیام روح الله خمینی به شریعتمداری برای خروج از حزب و اعدام 10 تن از هوادارانش این حزب سرکوب و منحل اعلام شد. شریعتمداری بعد از انقلاب 57 با اختیارات ولی فقیه در اصل 110 قانون اساسی مخالفت کرد. او مخالف اختیارات ولی فقیه بود و به این اصل در قانون اساسی رأی نداد. اختلاف شریعتمداری با روح الله خمینی کم کم اوج گرفت تا حدی که شریعتمداری که روزی منجی جان خمینی و مدافع جمهوری اسلامی بود، حالا به چهره‌ای مخالف تبدیل شد. 17 فروردین سال 61 صادق قطبزاده، بازوی قدرتمند آیت الله خمینی در مبارزات سیاسی ایام تبعید، به اتهام طرح کودتا و تلاش برای قتل روح الله خمینی بازداشت شد. او متهم بود که با ریختن مواد منفجره در چاهی در نزدیکی منزل خمینی قصد ترور او را داشته. قطبزاده در یک گفتگوی تلویزیونی شرکت کرد و ضمن اعتراف نامی هم از آیت الله شریعتمداری آورد. بسم الله الرحمن الرحیم. من صادق قطبزاده. او گفت که شریعتمداری از نقشه کودتا مطلع بوده و قول همکاری هم داده بوده، در حالی که شریعتمداری اونها رو از این کار منع کرده بوده و گفته بوده این عمل خلاف شرعه. بعد از این اتفاقات بود که گروه‌های فشار به منزل شریعتمداری هجوم بردند و شعار مرگ بر شریعتمداری سر دادند. بعد هم حسینیه شخصی شریعتمداری و دارالتبلیغ اسلامی رو مصادره کردند. چند روز بعد محمدی ریشهری، حاکم شرع دادگاه انقلاب، به منزل آیت الله شریعتمداری رفت و از او بازجویی کرد. فیلم این بازجویی رو ضبط میکنن و به صورت مونتاژ شده از تلویزیون پخش میکنن. مصطفی عربی و توبلیک بعد این قصور یا تقصیر به درگاه خداوند متعال استغفار میکنن. شریعتمداری بعدها و در حالی که با بیماری دست و پنجه نرم میکرد، در نامه‌ای تاریخی نوشت: از چیزهایی که باید بر آن چون مادران جوان مرده گریست، این است که مسئولان رژیم جمهوری اسلامی سوالاتی از من کردند و مرا بر پاسخ آنها اجبار کردند و بعد از این که من به آنها پاسخ دادم، آن را از تلویزیون پخش کردند. ولیکن نیمی از آنچه را که مرا بر پاسخ آن اجبار کرده بودند سانسور کردند که در اثر این کار موضوع کاملا تحریف شده و عوضی جلوه کرده. 8 اردیبهشت ماه سال 61 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آیت الله شریعتمداری را از مرجعیت عزل کرد و شریعتمداری به حصر خانگی درآمد. پس از این اتفاقات شریعتمداری در نامه‌ای به خمینی نوشت: کارد به استخوان رسیده، اگر مقصود بی آبرو کردن بوده به کلی حاصل گردید و اگر مقصود سلب مرجعیت است به مقصود رسیدید. در مدت حصر خانگی شریعتمداری به بیماری دچار میشه، اما مسئولان جمهوری اسلامی اجازه مراجعه او به پزشک را نمیدهند و شریعتمداری بر اثر طول مدت مرض به سرطان پروستات مبتلا میشه. آیت الله سید محمد کاظم شریعتمداری نهایتاً 4 سال بعد و در غروب 5 شنبه 14 فروردین سال 65 در بیمارستان مهراد تهران بر اثر نارسایی کلیه از دنیا رفت. جمهوری اسلامی هواداران او را از برگزاری مراسم تشییع منع کرد. وصیت‌نامه او را نادیده گرفت و جسد او را شبانه در گورستان ابو حسین قم به خاک سپرد. سید رضا صدر، برادر بزرگتر موسی صدر، هنگامی که قصد اقامه نماز بر جسد شریعتمداری را داشت، بازداشت شد. رضا صدر قبلا برای رفع حصر شریعتمداری به خمینی نامه‌ای نوشت و از او تقاضا کرد تا اجازه دهد شریعتمداری که نیاز به جراحی دارد امکان خروج از حصر خانگی را داشته باشد. خمینی در جواب صدر گفت باید در خانه اش محبوس باشد تا با مرضش بپوسد و بمیرد.